داریم که شهید مسعود در برابر همه می‌دانیم که شهید مسعود در برابر دشمنان نیرومند خارجی و داخلی قرار داشت. در داخل افغانستان کسانی که برای تمدید استبداد و تمدید بحران می‌جنگیدند، مسعود مثل خار در چشم آنها قرار داشت که تا هنوز هم ذکر نام مسعود در کام آنها زهر می‌پاشد. دشمنان خارجی مسعود علاقات نیرومندی بود که با حمایت و دخالت مستقیم کشور همسایه یعنی پاکستان با تمام توان علیه مسعود جنگیدند. مسعود برای اینها نماد عزت و مقاومت افغانستان بود. شکستن مسعود را در حقیقت شکستن مقاومت و تسخیر افغانستان می دانستند. من در جای دیگری هم نوشته بودم که مسعود تفکر جاودانه تاریخ این سرزمین است. البته نه به دلیل این که او یک مغز متفکر نظامی بود و هزاران خواب و خیالات شیرین دشمنان مردم افغانستان را پریشان کرد، بلکه به دلیل اندیشه ها و باورهای انسانی و اسلامیش که همانا ایجاد نظام دموکراتیک، مراجعه به آرای مردم، سهم زنان در ساختار مدیریت دولتی و تلفیق ارزش ها و سنت های جامعه در یک کلیت واحد به نام فرهنگ و ارزش های ملی بود. به همین دلیل وقتی که از مسعود صحبت می شود، ما با یک تفکر و یک اندیشه ماندگار و سیال مواجه هستیم که درک و تحلیل آن مستلزم شناخت تاریخ و رخدادهای تلخ سرزمین ما است. کارنامه های ماندگار مسعود و شهامت و شجاعت بیبدیل او در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و در عراست از ارزش ها و باورهای انسانی و اسلامی فصل زرین از تاریخ سرزمین ما است که حتی دشمنان او به این واقعیت اعتراف کرده است. مسعود چهره همیشه ماندگار تاریخ این سرزمین است که شهامت، شجاعت و اندیشه های ماندگار او چراغ راه تمام اشخاص و جریان هایی است که برای دفاع از ارزش های میهنی و انسانی و اسلامی مبارزه می کنند. امروز 7 سال از شهادت شهید مسعود می گذرد. تعاملات سیاسی و بازی های پیدا و پنهان سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده است. نیروهای نظامی امریکا و نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان حضور دارند. دنیا از نظام موجود حمایت می کند، اما بحران همچنان ادامه دارد و هنوز هم اثری از ختم بحران و پایان بدبختی مردم افغانستان به چشم نمی خورد. من معتقدم که اگر شهید مسعود زنده می بود، وضعیت به گونه دیگر بود و ما به پایان بحران و پایان مصیبت های مردم افغانستان نزدیک می بودیم. اما امروز با توجه به این که دنیا از افغانستان حمایت می کند و حتی در افغانستان حضور نظامی دارد و کشته می دهند، اما سیر حوادث و تشدید بحران از روزهای بدتر حکایت می کنند. اگرچه عوامل و عناصر دخیل در تشدید و تمدید بحران زیادند که بر شمردن همه آنها از حوصله این صحبت خارج است، اما یکی از عوامل عمده و برجسته ادامه بحران قشری نگری و افزونخواهی عناصر و علاقات تمامیت‌خواه در بدنه حکومت است که همیشه در تشدید و تمدید بحران سهم داشتند. اینها کسانی هستند که بهترین و بزرگترین فرصت‌های مردم افغانستان را در پای منافع قومی و شخصیشان ریختند. و مصیبت این مردم را تمدید کردند. تا زمانی که مردم افغانستان با این واقعیت تلخ مواجه باشند، سال امنیت، دموکراسی و ارزش‌های شهروندی فرصت و زمینه عملی نخواهند یافت. همه شاهد هستیم که میلیاردها دلار از مساعدت جامعه جهانی در افغانستان به مصرف رسیده است، اما در عوض بازسازی و تأمین امنیت، طالبان به دروازه‌های کابل رسیدند. لذا با توجه به رخدادهای تلخ تاریخ این سرزمین و با توجه به واقعیت‌های امروز ما،
آنچه که میتواند راه را به سمت پایان مصیبت مردم افغانستان هموار نماید، اعتراف به واقعیت‌های تلخ این سرزمین است. واقعیت‌هایی که همیشه برای مردم مصیبت تولید کرده‌اند، ما باید اعتراف کنیم که ما هنوز ملت نشده‌ایم. اعتراف کنیم که تا مداخله پذیر نباشیم، مداخله‌گر وجود ندارد. این اعتراف زمینه را برای ملت شدن فراهم می نماید و همبستگی ملی و فرهنگ ملی و ارزش‌های ملی را به وجود می آورد. همان گونه که قبلا اشاره کردم، یکی از آرزوهای شهید مسعود استقرار نظام ملی با معیارهای ارزش‌های ملی و علایق ملی بود که تمام مردم افغانستان خود را در آن سهیم دانسته و احساس همبستگی نمایند. به همین دلیل شهید مسعود اندیشه جاودانه تاریخ سرزمین ما و قهرمان ملی مردم ما است. و چون تاریخ این سرزمین سرشار از شهادت و قربانی است، مزار و خوابگاه شهدا رنگین تر از محیط زیست زندگان است. بنابراین شهدا نیز صدر و رئیسی دارند و به درستی می توان گفت که زندنام شهید مسعود رئیس شهدا و سید الشهدای تاریخ پیشین و پسین سرزمین ماست. پس او را درود می فرستیم و به نامش مباهات می کنیم. تو سپهدار بزرگی و جهان خانه تاز، تو سپهدار بزرگی و جهان خانه تاز، و در این خانه حکایت همه افسانه تاز. نام آوازه تو در همه عالم پیچید، نام آوازه تو در همه عالم پیچید، ای چراغ همگان ما همه پروانه توست. و سلام.